رسیدیم به دومین ترک از آلبوم نیروانای پیش و قرار ریاکشن بریم، ترک بله قربان با پوتک. به شدت مشتاقم چطوری هست، خیلی توی کامنت ها پیشنهاد کرده بودید. الان من دارم میبینم توی 8 ساعتی که گذاشته تقریبا 160 هزار تا ویو گرفته. کلا آلبومش خیلی یه دفعه ویو گرفت، میگم بیشتر به خاطر اینکه کل رپ فارسی یه دفعه گفتن وات فاک این آلبوم یه دفعه از کجا اومد، و یه سری آماده سازی داره میکنه با این آلبوم واسه ریل دو. و بجز اون یه سری خاطره بازی هم کرده، مثل همون قبرستون هیپ‌هاپ دوش. میگم من قبرستون هیپ‌هاپ رو خیلی بیشتر دوست داشتم، ولی میگم فکر کنم بیشتر یه ترک مریض اسکیتوری بود واسه آماده سازی ریل دو. قبلا از رضا پیشرو پوتک برام شنیدیم، یه ترک داشتن توی آلبوم روتشیلد پوتک. اون ترک متاسفانه زیاد به دل من نشست، یعنی من خیلی منتظر بودم که همیشه میگفتم شاه نسل یک با شاه نسل سه بیان با هم فیت بدن چیز خفن باشه، ولی اون ترک زیاد منو نگرفت. حالا باید ببینیم که ترک بله قربان چطوری است. خب بریم سراغ این ترک بله قربان، ببینیم که داستان چیه دیگه. بچا من دارم سعی میکنم تا میشه کیفیت صدا رو ببرم بالا، ولی گفتم به خاطر قوانین کپی رایت شدید این آلبوم تنها راهی که میتونم بهش ریاکشن برم یا اینه یا کلا ریاکشن ندارم، و من خیلی دوست دارم حداقل شده به این ترک و ترک موزیک ویدیو نیروانا ریاکشن برم، و میگم متاسفانه تنها راهی که میشه همینه. بریم ببینیم که داستان چیه، لتس گو. ببین نوشته ریل استپ 2، این فکر کنم توی همه ترکاش نوشته، یعنی نوشته ریل قدم دوم یو اف او پرزنت. من یادمه وقتی که با تحتلو داشتن کلی کار میدادن و اون زمان با هم کلی رفیق بودن، قرار بود که پیشروی آلبوم بده به نام یو اف او، حالا نمیدونم داستانشی شد، ولی الان مثلا اینم اون بالا نوشته یو اف او پرزنت، نمیدونم آیا آلبوم یو اف او، از اون طرف ریل دو نوشته، از اون طرف اسم این آلبوم نیروانا. کسی که میدونن بنویسن توی کامنت. وایس رو ببینم، قبل نابغه همون گروه نابغه ها که پیشرو توش بود، ساتراف فکر کنم توش بود، هیچ کس نمیدونم توش بود یا نه. این از اون ترک های پیشروی که من عاشقشم، یه پیشروی بددهن اولد سکول. جوش ابوالهول داده تو توییتر، اینم بر میگرده به فکر کنم قضیه اتحاد نسلی که پیشرو تتلو و تویی و حسین با هم جمع شدن، ولی به خاطر اتفاقایی و مخصم کاری که تتلو کرد اصلا فاصله گرفتن، بعد میگه اصلا واسه اتحادم دیگه من اشتباهی ندارم. یه با این که اشتباه نرم هنوز ریسپکت رو واسه یه تیم قائلم. نقشه انتقام کی؟ نمیدونم چرا احساس کنم تیکه داره میندازه به تتلو. البته این تیکه که میگه نسل یک نور بوده، اینو من واقعا ریسپکت واسش قائلم، یعنی همیشه گفتم هر اتفاقی از کسایی که فیت شدن ناپدید شدن تا کسایی که مثل پیشرو زد بازی ارفان ترکوندن، باید این ریسپکت رو بذاریم، یعنی نوری بودن واسه یه جریان رپ فارسی. وای من احساس میکنم قافیه بعدی اثر منفیه. آه گفتم اثر منفیه نبود. سلام یادی.
چی میگه حالا؟ یه جوری میتونیم بگیم داره به نسل چهار تیکه میداد، یعنی میگه که آقا اصلا اگه شما چوب به دست شدین، قلم به دست شدین، دارین مینویسین، الان به خاطر اون درختی بوده که ما کاشتیم. خیلی این ترک خفنه، یعنی من اومدم قبرس نپاپ دو رو گوش دادم، حقیقتا گفتم مثلا انتظاراتم از این آلبوم اینجا بود، اومد یکم پایین، بعد اینا رو هم دارم گوش دادم، مثلا یکی از بهترین ورژن های پیشرو چند سال اخیره. ببین مثلا پیشرو، من آلبوم پرواز بود، آزاد بود، چی بود خدا؟ آزاد که نه، بعدیش بود. من آلبوم پروازو که داد زیاد به دل من نشست، چون مثلا یه ترانزیشن بود از پیشروی عصبی هیپ هاپی به یه پیشروی فوق العاده صلح طلب، فیچرینگ های خیلی خفنی داشت، ولی من شخصا پیشروی دوست دارم که خیلی هیپ هاپی تره، و اینی که دارم میبینم میگم انگار میگم قشنگ داره آمادهمو میکنه واسه ریل دوی که مثلا قراره وحشی هیپ هاپی باشه. اینا مغز مریض میتونه بگه راجبه حسین و فدایی داره حرف میزنه، ولی امکان نداره راجبه اون باشه. البته What the fuck، تازه پوتک خره بیاد تو. او بچه اینو هم بگم، این یه حرکت خیلی خفن کرده پوتک، من توی اینستاگرام دیدم، حالا ویدیوشو پیدا میکنم، ولی این تیکهی که انداره پوتک میخونه، هر لاینی ها، یعنی حرف اول هر لاینی ها بزنید کنار هم، میشه پیشروح شاه، شاه رف فارسی نه، پیشروح یه چیزی، حالا میبینیم اولین جمله شو، پ بعدیش با یه، بعدیش با شینه، بعدیش با ره، بعدیش با او، با واوه، بزنیم عقب، برو بریم. یه کلمه، یه پی، یه ش، ر، واب، ولی پیش رو شاه و اون هش هم هنوزی رپر قدیمی زنده است بود، عالی بود. بایستا بک گویا گفتاری هوام در بیفت، اگه تخم داری تا گنگ شیرینه، دو تا داف سلام واسه ما چوسی نیا، بی خودی لاف نزن، ما که میدونیم و بگیری پای سر رو، حالا بشی دلار در رو، وقتی میبینی من فرار، وایسا ببینم چی کار داری میکنی، ببینم چی کار دارن میکنن اینا، بابا کشتی میگیرن با بیت، بزنیم عقب. خیلی وقت اصلا پوتک این مدل نخونده.
مرد شدن چاقی بگو کار هر کی نیست رام نمیشید گویا گفتاری در هوام در بیفت اگه تخم داری تای گنگش اینه دو تا داف سلام واسه ما چوسی نیا بی خودی برو ما که میدونی با بگیری پای سر رو حالا بشین دلار در رو وقتی میبینی من رو فرار رو دکمه شد بزن دیگه رو بگیر اولش یکم من نفهمیدم یه فلو سویچش یکم عجیب بود ولی یه دفعه افتاد رو اینجا جان چه خبره ای همون چیز سیندرلا نبود گفت وای زیبیل فامیل دور چطوری آوردی تو داستان ستونم وای چقدر این ترپ ببین من خیلی وقت بود که با این ترک اینقدر حال نکرده بودم اصلا پشمام ریخته و هیچ وقت فکر نمیگرم که پیش رو پوتک اینقدر با هم کمیستری داشته باشن و اینقدر بتونن مثلا فلووازی های سوسکی و چیش میگن تکنیکی خفن بکنن الان از اونجایی که پوتک تموم شد و یه دفعه پیش رو مقشن همون مسیر پوتک یه دفعه پیش رو دستش گرفت با خب ادویه پیش رو بودنه و ببینم سیبیل فامیل دور هم بهش اضافه کردی ببین جارا من یه بار دیگه گوش بدم یه میگه رفیق با معرفتم شیره تو آینه بود نمیدونم من یاده به شایه میندازه حالا شاید هم اشتباه میکنم ولی خب لقب شایه شیره و همیشه پشتش ما میدیدیم شایه تا مثلا تا وقتی بالاخره خودشون نشون دادم میگه رفیقم یعنی شیره توی آینه بود یعنی مثلا تصویرش هست تو آینه شاید هم چرت و پرت میگه ولی این میتونه شایه باشه اون تیکایی هم که داره میندازه که راجع به فیت حرف زدن نمیدونم با کیه میگم من یه سری از این تیکا رو مثلا میتونم به نفس چاریا بندازم یه سری از این تیکا رو میتونیم مثلا به تتلو رفت بدیم ولی نمیدونم حقیقتا منظورش با کیه و تمام یه ترکی که اصلا من واقعا چی میگن وجودم حال اومد با گوش دادنش اصلا عشق کردم دم پیشرو پوتک گرم دوتا شاعر و فارسی نظرتون حتما بچه توی کامنت ها بنویسید و اینکه به شدت مشاهدم بقیه ترک های آلبوم چطوری هست امیدوارم دوباره صدای این ویدیو اونقدر بد نباشه و اینکه یه آماده سازی فکر کنم پیشرو داره میکنه همین ما رو واسه ریل دو و اون آلبوم میتونه بهتر کنه آلردی این آلبوم به نظرم خیلی خوبه و هنوزم که هنوزم منتظر فیت تیک ناین یاس و پیش رو هستیم امیدوارم که حداقل توی ریل دو باشه حرف دیگه ندارم لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدئوهای بعدی زن زندگی آزادی